آیا شما خوناشام احساساتید؟ به این 10 تا سوال پاسخ بدید و تا حد ممکن لطفاً صادق باشید. 1. آیا اغلب احساس میکنید مردم نمیخوان یا نمیتونن شما یا مشکلاتتون رو درک کنن؟ 2. آیا احساس میکنید موانع زیادی در زندگی دارید که نمیتونید کنترلشون کنید؟ 3. آیا اغلب از دیگران کمک میخواید و عده کمی حاضرن بهتون کمک کنن؟ 4. آیا اغلب احساس میکنید قدردانی و توجهی رو که لایقش هستید دریافت نمیکنید؟ 5. آیا افراد اغلب از اینکه به اونها گوش نمیدید ازتون شکایت میکنن در حالی که احساس میکنید اونا هستن که به شما گوش نمیدن؟ 6. آیا احساس میکنید اکثر مردم نسبت به شما زندگی ساده تری دارن؟ 7. آیا اغلب با دوستان صمیمی و کسانی که دوستشون دارید دعوا میکنید؟ 8. اگه اینطوره آیا معمولاً تقصیر اوناست؟ 9. آیا مردم ناگهان بدون هیچ توضیحی ارتباطشون رو با شما قطع میکنن و از ارتباط مجدد با شما سر باز میزنن؟ 10. آیا اغلب احساس میکنید درمانده اید انگار که برای ارتقای زندگی خودتون فرصتهای کمی دارید؟ خب اگه به بیشتر از نیمی از این سوالات جواب بله دادید، لطفاً این اپیزود رو با دقت گوش بدید. برای قدم اول خیلی خوبه که مشکلات بالا رو جمع‌بندی کنیم. شاید شنیدن بخشایی از این اپیزود براتون سخت باشه، اما امیدوارم روشن فکر باشید و اون رو جدی بگیرید. اگه به بیشتر از نیمی از این سوالات جواب بله دادید، به احتمال زیاد شما خوناشام احساساتید. اشتباه برداشت نکنید، تقصیر شما نیست. تنها به این معناست که در گذشته آسیب دیدید و در نتیجه سهواً به اطرافیانتون آسیب میزنید که در ازای اون بیشتر پس زده میشید و بیشتر آسیب میبینید. یه دور باطله، اما کاری از دستتون ساخته نیست، چرا که حتی ازش خبر ندارید. خب من طی سالها با هزاران نفر مثل شما تعامل داشتم. خوناشام احساسات برای من چیز تازه نیست و حس میکنم تو شناسایی اونها پیشرفت خوبی کردم. همچنین قبلا با بسیاری از اونها درگیر شدم و زخمهایی دارم که این حرفم رو اثبات میکنن. پس اگه دارید مشکلاتی رو که براتون گفتم تجربه میکنید یا شخصی در اطرافتون اونها رو تجربه میکنه، با شنیدن این اپیزود چیزی رو از دست نمیدید. خوناشام‌های احساسات چه کسانی اند؟ به این دلیل بهشون میگیم خوناشام‌های احساسات، چون میل دارن انرژی احساسی هر کسی رو که با اونها در ارتباط بمکن. اونا خیلی خسته کنندن، دائم به توجه نیاز دارن، همیشه بحران یا رویدادی بزرگ تو زندگی دارن. اونا تو استخراج و بعد تغذیه از بازخوردهای احساسی دیگران متخصصن. حالا میخواد این احساسات مثبت باشن یا منفی؟ تمام خوناشام‌های احساسات از اعتماد به نفس پایین رنج میبرن، اما تمام افرادی که اعتماد به نفس پایین دارن خوناشام احساسات نیستن. اعتماد به نفس پایین انواع گوناگونی داره و در هر شخصی به نوعی بروز میکنه، اما خوناشام‌های احساسات افرادی با زیر مجموعه‌ای مشخص از مشکلات مربوط به اعتماد به نفس پایینن. خوناشام‌های احساسات 3 صفت مشخص رو همزمان بروز میدن. دقت کنید. نیاز بیش از حد به تصدیق شدن و دریافت توجه از جانب دیگران. اعتقاد به اینکه اونا مقصر نیستن و نداشتن خودآگاهی برای شناخت الگوهای خودتخریبی خودشون. افرادی که با کتاب 6 ستون اعتماد به نفس نوشته ناتانیل برندن آشنا هستن متوجه میشن که اینا 3 ستون از 6 ستون اعتماد به نفسن، یا در واقع بهتر بگیم نداشتن 3 ستون.
این ترکیب به دو علت خطرناکه. یک، این سه تا صفت همدیگر رو تقویت میکنن و به هم قدرت میدن. دو، اغلب باعث میشن افراد خوبی رو که در اطرافشون هستن جذب کنن و بعد به اونها آسیب بزنن. اشتباه نکنید، خوناشامای احساسات همشون بازنده های رقتنگیز نیستن. اونا میتونن دلرباترین و موفقترین افرادی باشن که شما دیدید. مرد، زن، زشت، زیبا، فقیر، ثروتمند، اونا تو شکلها و سایزهای مختلفن، اما همیشه روابطی سمی برقرار میکنن، چه به عنوان دوست، چه به عنوان شریک زندگی. حالا این سه تا صفت رو با هم بررسی میکنیم. یک، نیاز بیش از حد به تصدیق شدن و دریافت توجه از جانب دیگران. مکالمات با خوناشامای احساسات همیشه تحت سلطه یک نفره، خودشون. همه چیز فقط در مورد اونهاست. مشکلاتشون، چطور این و اون با اونها بدرفتاری کردن، چطور این و اون میخوان از اونها انتقام بگیرن، چقدر عالین، چقدر درماندن، چطور همه میخوان مثل اونها باشن، چطور همه از اونها متنفرن و و و فوران خودمحوریشون یا توهمی از این که چقدر عالین. همه تو محل کارم میخوان با من کار کنن، اما من به مدیرم گفتم تحمل دیو ندارم. یا توهمی از این که چقدر درمانده و بیچارن، هیچ کس توی مسافرت گروه کور نمیخواست با من هم اتاق بشه چون همه اونا از من سرتر و قشنگترن. اغلب این هزیان عظمتها و قربانی شدنها پشت سر هم توی مکالمه اتفاق میفتن. در هر صورت فقط یک ساعت طول میکشه تا شخصی بخواد پیشونی اونها رو مکررن به سطح محکمی بکوبه. صدا تو ببر، خواهش میکنم صدا تو ببر. همچنین خوناشامای احساسات برای ایجاد نمایش‌های بزرگ عمومی برای جلب توجه مناسبن. مجدداً این میتونه هم ستایش از خود و هم نفرت از خود باشه. به فرد آزاردهندهی تو محل کار فکر کنید که بلند میشه و حرف نامناسبی میزنه تا چند نفر بهش بخندن. یا فردی که تو مهمونی دستش میندازید و میزنه زیر گریه و اونجا رو با گریه ترک میکنه. همونطور که میگن چیزی به اسم تبلیغ منفی وجود نداره و زمانی که به اندازه خوناشامهای احساسات تشنه توجه شدید، ایجاد هر گونه بازخورد احساسی در اطرافیانتون ارزش داره. حالا میخواد خشم باشه، ترحم باشه، عصبانیت باشه یا تنفر، فرقی نمیکنه. نیاز بیش از حد به تصدیق و توجه از جانب دیگران اولین چیزیه که افراد رو از خوناشامهای احساسات میرونه. نیاز مداوم به تأیید انرژی و تحمل افراد رو از بین میبره. فراز و نشیب‌های احساسی، موفقیت‌ها و شکست‌های دراماتیک اونها رو خسته می‌کنه و اکثر افراد حاضر نیستن اونها رو تحمل کنن، به ویژه افرادی که برای خودشون احترام قائلن. بنابراین این افراد بعد از ملاقات با خوناشام‌های احساسات به وضوح بهشون نشون میدن که اونها رو نادیده می‌گیرن. پس بار دیگه به خوناشام های احساسات ثابت میشه که مردم بدجنسن، که کسی از اونا خوشش نمیاد، که اونا قربانی هن و بله، این تقصیر اونا نیست. دو، اعتقاد به این که مشکلاتشون تقصیر خودشون نیست. رفتار نیاز بیش از حد خوناشام های احساسات باعث میشه دیگران از خودشون رفتارهای منفی نشون بدن و اونها رانده بشن. اما اونا به جای اینکه در نظر بگیرن علت رفتار منفی دیگران صحبت یا کار توهین‌آمیز یا خودمحورانه یا بی‌ادبانه یا ناله‌گونه یا حال به همزن یا ناراحت کننده یکی از خودشون سرزده، ترجیح میدن باور داشته باشن تمام اطرافیانشون احمق، نژادپرست، خرافاتی، خودشیفته، بی‌ادب، سردمزاجن. این ترکیب رفتاری دسیسه‌آمیزه. نیاز بیش از حد به تصدیق شدن به رفتارهای جامعه ستیزانه منجر میشه که خودش به بروز رفتار منفی از جانب دیگران منجر میشه و اونم باعث میشه خوناشامای احساسات دیگران رو مقصر بدونن و احساس کنن قربانی شدن. این هم به نیاز بیشتری برای تصدیق شدن میانجامه و بعد رفتارهای جامعه ستیزانه بیشتر و بیشتر و همینطور ادامه داره. توانایی خوناشام احساسات برای توجیه رفتار ضد اجتماعی خودش مسحور کننده است. این توانایی خیلی فراتر از صرف نسبت دادن صفات منفی به دیگرانه.
در همین حین برای دیگران مشخصه که این افراد بسیار آزاردهندن، چون رفتار مزخرفی دارن و خودمحورن. تنها یک گروه هستن که به خودشون اجازه میدن به خوناشامهای احساسات نزدیک بشن، افراد دیگه‌ای با اعتماد به نفس پایین. اونا یا به حدی خودشون رو ناکارآمد کردن که متوجه تأثیرات منفی رفتار خوناشامها بر خودشون نمیشن، یا خودشون خوناشامهای احساساتی هن که به دنبال درامی بی پایان، توجه و قربانی شدن هستن. بار دیگه شاهد این هستیم که افراد شخصیت‌های همتیپ خودشون رو جذب میکنن و باید به این حرف ادای احترام کنیم که دیوانه چو دیوانه بیند خوشش آید. 3. نداشتن خودآگاهی. ممکنه شخصی فکر کنه خوناشامای احساسات در نهایت متوجه الگویی که در اون زندگی میکنن میشن، یعنی رفتارهای مشخصشون باعث ایجاد رفتارهای مشخصی از جانب دیگران میشه، رفتارهای دیگران خوشایند نیستن، پس باید تجدید نظری در رفتارها و باورهای خودمون بکنیم، چرا که تنها چیز ثابت در ارتباطتون خود شما این، و اگه تمام روابطتون به هم ریخته و خرابن، پس باید مشکل از چیزی باشه که در تمام اونها ثابته، یعنی خودتون. خب این موضوع خیلی واضحه، اما خوناشامای احساسات به ندرت متوجه این میشن. اونا توانایی صادق بودن با خودشون و پذیرش مسئولیت زندگی خودشون رو ندارن. از نظر روانی اونا به شخصی نیاز دارن که سرزنشش کنن. حالا میخواد ظاهر این افراد باشه یا نژاد اونها در مقایسه با دیگران، زیراب زدن اونها تو محل کار، علت رفتار همیشه بد مادر و پدر با اونها، یا تعداد بیشماری از عقاید دفاع از خود. اونا همیشه بر بیرون از خودشون تمرکز میکنن و هیچ وقت این توانایی رو به دست نمیارن که بشینن و افکار و احساسات خودشون رو بررسی کنن. خوناشامای احساسات معمولا از تنهایی متنفرن. همچنین اگه دعوایی وجود نداشته باشه دوست دارن ایجادش کنن. علت اونم پرت کردن حواسشون از خودشونه. این فقدان خودآگاهی باعث ادامه یافتن روند سرزنش میشه. این روند سرزنش کردن ها باعث ادامه یافتن جستجو برای جلب توجه و اعتبار میشه و ادامه جستجو برای جلب توجه و اعتبار بیرونی باعث ادامه داشتن فقدان خودآگاهی میشه. پیچیدگی عجیبی داره. چطور الگو رو از بین ببریم؟ شخص دوست داشتنی در دنیای دوست داشتنی زندگی میکند. شخص متخاصم در دنیای خصمانه زندگی می کند. هر کسی که می بینید آینه ای از شماست. کنکیز جونیور. خب حالا اگه هنوز دارید به این اپیزود گوش می دید و با خودتون فکر می کنید خاک، این که خیلی شبیه منه، من خیلی آدم مزخرفیم، آروم باشید. شما آدم مزخرفی نیستید. شما راه بهتر بودن رو میدونید و میتونید از همین حالا تغییرات ایجاد کنید. قدم اول، به جای توجه به چیزایی که بر اونها کنترلی ندارید، به چیزایی که بر اونها کنترل دارید توجه کنید. شما نمیتونید بر این موضوع که رئیستون آدم عوضیه یا نه، یا همکارتون علایق مشترکی با شما داره یا نه، کنترلی داشته باشید. بنابراین اهمیتی نداره و باید فوراً دست از نگران بودن بردارید و همچین چیزهایی رو جزء مشکلاتتون ندونید. از خودتون بپرسید چه چیزی رو میتونید کنترل کنید. میتونید رفتارتون رو در محل کار کنترل کنید. پس از همین شروع کنید. میتونید کارآمدی خودتون رو کنترل کنید. میتونید وقتی بیرون میرید لباس مرتب پوشیدنتون رو کنترل کنید. از همین شروع کنید و اگه به خاطر چیزی یا کس دیگه‌ای نتونستید انجامش بدید، اون رو نادیده بگیرید. اهمیتی نداره. روی چیزی تمرکز کنید که میتونید کنترلش کنید. قدم دوم، شروع کنید به قدردانی و تجلیل از چیزی که دارید. هر قدرم اوضاعتون بد باشه، احتمال داره بدترم بشه. ممکنه فلج بشید، بی خانمان بشید، بدون پدر و مادر بشید. هر روز وقتی جلوی آینه میرید به خاطر چیزی که در زندگی دارید قدردان باشید. از ته دلم قدردان باشید. فقط اونو به زبون نیارید، بلکه وقتی به زبون میارید واقعا اونو حس کنید. من خیلی زیاد به خاطر تحصیلات عالی خودم قدردانم،
چون موقعیت هایی رو پیش پای من گذاشته که دیگران ندارن. دیدید؟ خیلی سخت نیست. مطمئن بشید قدردانیتون هر روز متفاوت باشه. قدم سوم، از دیگران قدردانی کنید. شروع کنید به انجام کارهای مهربانانه مختلف برای دوستان، خانواده و اطرافیانتون. میدونم الان احساس دستپاچگی میکنید، اما با هر دستی بدید از همون دست میگیرید. ارزش و احترام بیرونی که در تمام طول عمر به دنبالش هستید فقط زمانی به دست میارید که شروع کنید به ارزش دادن به دیگران، اونم به صورت تصادفی. اینو امتحان کنید. هر روز هفته خودتون رو مجبور کنید یکی از این کارها رو انجام بدید. از یه نفر تعریف کنید. از شخصی که بهتون نزدیکه تشکر کنید. یا به یه نفر هدیه بدید. مثالای ساده. هی جینا، امروز چه لباس قشنگی پوشیدی؟ یا مامان، میدونم همیشه با هم کنار نمیایم، اما بابت تمام کارهایی که برای من انجام دادی ازت ممنونم. یا هی استیو، کافتریا یه غذای ویژه آورده بود، منم واسه نهار خریدم. میدونم این کارا خنده‌دار به نظر میرسن، اما امتحان کنید و هیچ توقعی نداشته باشید. این مهمترین بخش قضیه است. سه روز بعد نیاد بگید هی استیو عوضی، تو هیچ وقت هیچی برام نخریدی، وای خدا همه از من متنفرن. نه، این کارو نکنید. شاید دلتون بخواد، اما خواهش میکنم خودتون رو کنترل کنید. این سه راهکار چرخه رفتاری خوناشام احساسات رو از بین میبرن. تمرکز بر چیزهایی که میتونید کنترل کنید باعث میشه مسئولیت اتفاقاتی رو که براتون پیش میان بپذیرید. قدردانی از چیزهایی که دارید شما رو مجبور میکنه از ذهنیت قربانی بودن و سرزنش دیگران و جستجوی ارزش و احترام دست بردارید. قدردانی از دیگران باعث میشه دیگران به جای توجهی مصنوعی واقعا به شما احترام بذارن و براتون ارزش قائل باشن. و البته انجام با احتیاط این سه امر به آگاهی از رفتار و احساساتتون منتهی میشه، چیزی که باعث میشه چرخه تازه‌ای با بازخوردهای مثبت ایجاد کنید. حالا تصور میکنم که به اینجای اپیزود رسیدید و با خودتون فکر میکنید وای پسر، مردم خیلی بیخبرن، عجب چیزی. اما مشکلات من واقعی‌اند. من مشکلاتی دارم که هیچ کنترلی روشون ندارم. مارک مثلا که متوجه این چیزا نمیشه، مثل بقیه که متوجه نمیشن. خب اگه تو هر قسمتی از این اپیزود این حرف رو به خودتون زدید، خبر بدی براتون دارم. شما یکی از اونها هستید و بهتره برگردید و اپیزودو از اول گوش بدید.